کتاب یوشع به طور کلی میتونیم به دو بخش تقسیمش کنیم یه بخش بخش باب یک تا دوازده هستش ولی در قسمت دوم یعنی از باب سیزده به بعد حرکت کتاب یک جور کن میشه آهسته میشه اون پس بله. یوشع رو چطور بشناسیم این در تورات یوشع حضور داشت نمیتونیم نبود ولی در زیر رهبری موسی با سلام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه کتاب مقدس برای همه من حسام مرتضوی با بررسی اهد عتیق در خدمت شما عزیزان خواهم بود در برنامه امروز ما وارد کتاب های بخش دوم مثلا اهد عتیق یعنی کتاب های تاریخی وارد کتاب یوشع که اولین کتاب از این سری به قسمت دوم هست خواهیم شد و در اون خصوصیات تاریخی و همطور پیام های الهیاتی این کتاب رو با هم بررسی میکنیم کتاب یوشع ما رو وارد یک مرحله تاریخی و یک مقطع خیلی مهم از تاریخ قوم اسرائیل میکنه قومی که خدا رو انتخاب کرده بود تا از طریق او واقعا اون نقشه نجات جهان رو بتونه دنبال بکنه و از طریق این قوم بتونه به قبایل دیگه جهان هم برکت بده کتاب یوشع همطور گفتیم وارد یک مرحله تاریخی جدیدی قوم میشه از طریق اون چرا که تمام کتاب های قبلی که کتاب های تورات بودن تماما روی این متمرکز شده بود که قومی که خدا به وجود آورده بود قومی که اونها رو مورد رحمت و فیض خودش قرار داده بود نه به خاطر اینکه خصوصیات خاصی اون قوم داشت یا زیاد بودن یا قدرتمند بودن نه به خاطر محبتش و رحمتش اونها رو انتخاب کرده بود اونها رو از مصر بیرون آورد اونها رو نجات داد فیضش رو بر اونها ریخت به اونها احکام شریعت رو عطا کرد به اونها رهبری مثل موسا بخشید و همینطور به اونها وعده عظیمی رو داد وعده داد که من از اون سرزمین خودتون بیرون اومدید ولی من شما را به زمین دیگری خواهم برد این سرزمین موعود این سرزمینی که وعده داده شده بود اون به صدا اون تحرک قوم خدا تحرک اون انرژی که مثل اینکه اینها داشتن که حرکت کنند در بیابان و سرگردانی حملات دشمنانی که وجود داشت گرسنگی ها همین ها به خاطر این بود که حرکت کنند و برن به سمت سرزمینی که وعده داده شده پس شما نگاه کنید در کتاب‌های تورات این امید و انتظار وجود داشته ما دایم به سمتی میریم ما به یک جایی میریم که حالا باید برسیم و در این رسیدن خیلی از افرادی که جز این قوم بودن میبینید در بیابان میگه کشته شدن افتادن یا در جنگ با دشمنانی که میومدن تلف شدن و این وعده رو نیافتن حال اون زمانی فرا رسیده که قوم آمدن در قسمت به دشت های معاب کلام خدا می نویسه تجمع کردن و می خوان وارد سرزمین وعده و سرزمینی که مدت ها انتظارش رو می کشیدن بشن و این لحظه خیلی تاریخی هستش در آخر کتاب تصنیه دیدیم که موسا که رهبری قوم را داشت در سالهای زیاد در بیابان همینطور در بیرون آمدن از مصر فوت کرد و الان زمانی هست که حتی رهبری هم وارد یک مقطع تاریخی جدیدی میشه چرا که موسی نیست ولی خدا شخصی رو آماده کرده به اسم یوشع تا اون سردار لشکری باشه که الان قوم خدا رو میخواد هدایت کنه به زمین وعده و خدا نیز یک رهبری رو آماده داشت او رو در سالهایی او رو آماده کرده بود برای این خدمت خطیر و مهم که باید یوشع از پس اون بر می اومد و این کار انجام می شد. قبل از اینکه وارد کتاب بشیم دو آیه هست که من به اشاره می کنم که خیلی مهمه و تمام مثل که این کتاب یوشع در چارچوب این دو آیه داره صورت میگیره. قسمت اول باب یک آیات هفت و هشت هستش که به طور خلاصه این قسمت اینو میگه که خدا پیغام اون به صدا نترس من با تو هستم رو به یوشع که الان فرماندهی قوم رو به عهده داره میده و میگه که من با تو هستم همونطور که با موسا بودم رهبر قبلی و همینطور چیزی که تشویق میکنه یوشع خداوند او را این هست که کلام من از دهان تو دور نشه تورات رو نباید فراموش کنی باید بر اساس اون تفکر کنی روز و شب میگه در اون تفکر کن و بدین وسیله تو پیروز خواهی شد و کامیاب خواهی شد و میتونی به اون وعده قوم رو برسونی پس مهمه ببین با چی شروع میشه یعنی با خود خداوند داره شروع میشه اینجا با اینکه رهبر یوشه هستش ولی خدا در حقیقت پشت او قرار داره خدا هست که قوت او هستش و این یوشنیست نیست که به تنهایی یا خود قوم نیستند که تمام قوت در اونهاست که بخوان به سرزمین وعده برسن بلکه خدا اعلام میکنه که من با اونها هستم و جایی که اونها پاشون رو بگذارن به من به اونها پیروزی خواهم بخشید آیه دوم در آخرین باب این کتاب دیده میشه باب 24 آیه 15 وقتی که در اونجا سالهای گذشته و یوشا داره اعلام میکنه به قومی که اونجا هستند میگه که خودتون فکر کنید کدوم خدا رو میخواد اطاعت کنید آیا خدایی که اون بر نه هستش و این منظورش خدایان بیگانه یا خدایانی که اینجا هستند رو میخواید بپرستید شما آزاد هستید و یا یهوه خدای واقعی رو بپرستید اون چیزی که یوشع اعلام میکنه اینه که شما آزادید ولی من و خانواده من یهوه رو عبادت خواهیم کرد پس خودش موزه خودش رو مشخص میکنه و این آزادی رو میده که اونها هم انتخاب کنن که چه کسی رو و بعد میبینیم که در ادامه این تا آخر باب آیاتی هست که نشون میده قوم موافقت میکنن میگن نه ما همطور به اصطلاح پیروی خواهیم کرد برونی رهبر ما هستی و همطور خداوند یهوه رو خدای واحد رو اطاعت میکنیم و به سمت خدایان دیگه نمیریم پس در این چارچوب کتاب یوشا داره اتفاق میفته و حضور خدا مهر الهی بر رسیدن به وحده داره از همون آیات اول کتاب خودش رو نشون میده کتاب یوشا به طور کلی میتونیم به دو بخش تقسیمش کنیم یه بخش بخش باب یک تا دوازده استش که بیشتر وقایعی به صلاح حملات تصرف زمین درگیری با پادشاهانی که در کنعان بودند دشمنان قوم اسرائیل بودند و اینها همه در این قسمت باب یک تا دوازده شرحیاتش به تفصیل و از ما با جزئیات خیلی زیاد اومده و ما رو خیلی آگاه میکنه از شرایط تاریخی اون موقع شما تو این قسمت ها میگم تصرف زمین رو میبینید بعد جاسوسی زمین رو میبینید مسئله راهاب هست گناه اخان هستش و همینطور عبور از رود اردن و مسئله دیگه که اونجا به طور به خیلی ماجراهای جالب و خواندنی میتونید در اونجا ملاحظه کنید در اونجا واقعا یوشب به عنوان رهبر ایستاده و همه حرکت رو زیر نظر خودش داره و شخصیت رو میتونید در این باب ها بیشتر بشناسید ولی در قسمت دوم یعنی از باب سیزده به بعد حرکت کتاب یک جور کند میشه آهسته میشه اون حملات اون به جنگها، جنگ ها ها چیزهای عجیبی که به صلاح خدا داره انجام میده معجزات عجیبی که خدا انجام میده رو شما در اون قسمت نمیبینید بلکه این قسمتی هست که یوشا زمین رو متصرف شده همراه با قوم و زمانی هست که اونها باید زمین رو به تقسیم کنن بین قبایل و یا اسباط اسرائیل و طبق وعده‌ای که خدا داده برحال هر سبتی که اونجا بود باید یک سهمیه‌ای از این پیروزی از زمین وعده رو به،, به, او اختصاص میدادن اینه که فقط البته لاویان هم شهرهای به ها داده شد و وضعیت اونها به خاطر اینکه باید خدمت مذهبی میکردن رعایت شده بود پس شما با دو بخش کتاب رو, رو هستید و نشون میده که کتاب در کل کتاب منسجی میه نیست که کتاب به بخش بخش بوده یا تیکه تیکه بوده و بعد یک جور اینها رو به هم وصل کردن نه وقتی که میخونید قشنگ میرید پیش میبینید که با هدف نویسنده دنبال میکنه اطلاعاتشو جمع آوری کرده بر طبق اون هدفی که داره برگزیده دست به گزینش زده در مورد اتفاقاتی که باید توضیح بده و همینطور چی همینطور اونها رو خواننده رو به سمت نهایی نهایی کتاب دنبال میکنه قبل از اینکه باز هم به این وقایع تاریخی بپردازیم باید ما یوشع رو بیشتر بشناسیم شاید کتاب یوشع فرصتی میده به خوانندگان خودش که در او بیشتر دقت کنند در شخصیت او بیشتر نگاه کنند و او را بیشتر بشناسند چرا به خاطر اینکه پیام الهیاتی کتاب یوشع یه جوری با شخصیت یوشع هم یک رابطه تنگاتنگی با هم دیگه داره جدا نیست چرا که این شخص به در همه صحنه حضور داره و شخصیت او طوری هست که به ما میتونه از طریق حتی خودش پیام های الهیاتی زیبایی به ما بده پس یوشع رو چطور بشناسیم ببین در تورات یوشع حضور داشت نمیتونیم بگیم نبود ولی در زیر رهبری موسی او در سایه مسیح قرار داشت زیاد صحبت از او نیستش فقط اشاراتی ما در مورد شخصیت او میبینیم که اون هم تماما اشاراتی که خیلی مثبت و جالب هستش از خطا گناهان او یا سرکشی او چیزی نمیبینیم در کتاب های تورات بلکه مثلا در یک جایی که حمله میکردن قوم اسرائیل به امالقیان میگه بعضی از این بسیار لشکریان موسا که یکیش یوشع بود دست موسا رو گرفته بودن و با... که اون دستشو بتونه به بالا بگیره برای شکست دشمنان که داشت خدا عمل میکرد در جای دیگه وقتی که شما جریان تورات دادن اون ده فرمان و شریعت خدا رو میبینید در کوه سینا میبینه یوشه هم اونجا در کنار موسا در جاهای از کوه بود نزدیک بود بود نه در اون صحنه اصلی ولی به هر حال اونجا قرار داشت و نگران اینکه موسا بود که در بالای کوه هستش وظیفه دیگری که به یوشع داده شده بود در نگهبانی خیمه اجتماع بود یا خیمه ملاقات که اونجا وقتی که موسا میرفت و میخواست با خدا ملاقات کنه در اونجا یوشع میگه که مثل نگهبان خادم وفاداری اونجا داشت نگهبانی میداد و خیلی نکات جالب در مورد او برهار هستش که او رو شایسته این میکنه که ما دقت کنیم بیشتر و بدونیم که او چه نقشی میتونسته در این داستان نجات بازی کنه اسم یوشع در اول اسمش یهوشع بوده که موسی اون اسم رو تغییر میده معنی نامش این هست که خداوند نجات میدهد پس خیلی جالبه بخواد که شخصیت او هم با اون کاری که داره انجام میده خیلی به هم نزدیک هست اگه به اسم یونانی او رو بخوایم برگردونیم به ایسوس برگردونیم میبینیم همون اسم ایسا خواهد شد پس خیلی جالبه بنش برای همین خیلی از محققین کتاب مقدس وقتی میخوان شخصیت مسیح رو در عهد عتیق نمونه برداری کنن تمثیل گرایی بکنن شخصیت یوشع رو مورد نظر قرار میدن یوشع <applause> مثل اینکه همیشه وفادار بود همیشه امین بود در خدمتی که بهش داده شده بود و مخصوصا یک جای ایمان خیلی خیلی عالی از خودش نشون میده که در ارتباط اتفاقا با زمین وعده بود که خدا قرار بود که به این قوم عطا بکنه در باب 13 و 14 کتاب اعداد که جز کتاب های تورات هستش میگه موسا یک دوازده تا جاسوس رو برای زمین از قوم خودش میفرسته برای جاسوسی زمین وعده ببینن اونجا چه کسایی ساکنن چه جور داره اون زمین رو که آماده میشیم برای به تصرف اون خیلی جالب وقتی تو روایت رو میخونید میبینید که از این دوازده نفر ده نفرشون خیلی گزارش وقتی بر میگردن گزارش خیلی منفی به موسا میدن میگن یعنی که ساکنان اون زمین خیلی قوی هستن غول پیکرن و ما نزد اونها مثل مرخ های خیلی ریزی بودیم این تصویری که میده میگه که ما نمیتونیم اون زمین رو تصرف کنیم پس گزارش خیلی نومید کننده میدن به موسا ولی این همه گزارش نیست چرا با اینکه اینها اکثریت بودن و ده نفر بودن ولی دو نفر از اونها به اسم یوشه و کالیب میگه گزارش متفاوتی به موسا میدن اونها هم همون صحنه رو دیده بودن اونها هم همون مردان و قولپیکر رو دیده بودن ولی ایمان و باوری که داشتن اینه که میگفتن ما بر اونها پیروز میشیم ایمانی که میتونه عمل بکنه همین گفتن که اونا برای ما خوراک هستن میدونیم بزرگن میدونیم خیلی سختی نبرد ولی چون خداست که داره برای ما میجنگه. پس ما مطمئنا بر اونها پیروز خواهیم شد فقط باید این ایمان رو حفظ بکنیم و خیلی جالبه از یک صحنه مشابه شما دو گزارش رو میبینید و بعد میبینید که اتفاقا خیلی از افرادی که این گزارش رو داده بودن و قوم حتی که شاید دل شده بودن از اینکه به زمین وعده برسن بر اساس بی, بی ایمانیشون میگه در بیابان تلف شدن از بین رفتن و خدا واقعا این افتخار رو به این دو نفر داد یعنی یوشع کالیب که وارد زمین وعده بشن و در این پیروزی سهم باشن و زمین هم یعنی به عنوان میراث به اونها داده شد پس یوشع یه همچون شخصیتی همیشه درخشانه میدونید در زمان دادن شریعت در نقشه خدا در خیمه اجتماع میبینید در پیروزی بر دشمن همیشه یه نقش مثبتی رو داره ایفا میکنه و بعد ایمانش هم که خیلی مثبته پس این تصویری که ما از یوشع داریم و تصویری است قابل قبول حالا این شخص رو خدا به فرماندهی قومش انتخاب کرده در ابتدای کتاب یوشع او رو به عنوان خادم یا بنده موسا به تصویر کشیده این اسم روی اون هستش ولی خیلی جالب وقتی شما دارید کتاب رو ولی به پایان میبرید آخرای باب 24 که دیگه صحنه مرگ یوشع هستش کلام خدا می یوشه یوشع خادم خدا یا بنده خدا یعنی او از بنده یک شخص که موسا بوده خادم او الان تبدیل شده به خادم خدا به خاطر این سالهایی که واقعا این اراده خدا رو تونست انجام بده و خدمتی که خدا ازش خواسته بود رو تونست به نحو احسن به کمال برسونه و در پیری چیه فوت کنه ولی با افتخار فوت کنه جریان تاریخی بخش اول باب یک تا دوازده این هست که میخوان وارد زمین بشن یوشا دو نفر رو میفرسته به عنوان جاسوسی که بدونن چه کار باید بکنن نزد یک خانه مهمان میرن که به سر را راهاب زنی به اسم راهاب روسپی فاحشه از اونها پذیرایی میکنه بعد پادشاه اونجا اطلاع پیدا میکنه که اینها اومدن و میان از راهاب سوال میپرسن و به اصطلاح رو یه جوری تحت محاکمه قرار میدن ولی او میگه که اینها رفتن یه جوری به اونها پناه میده و در این پناه او هم پناه شامل او میشه چرا که قوم وقتی که دیگه زمین رو تصرف میکنن او رو محافظت میکنن و راه ها میبینیم شخصیتی هست که به حال در عهد عتیق باقی میمونه به عنوان کسی که هم ایمان داشت هم این که ایمانش رو در عمل نشون داد و در عهد جدید هم از این زن در رساله یعقوب و ابرانیان نام برده شده به عنوان کسی که ایمان داشته و اینها وارد میشن و یوشا میبینه که باید اول شهر علیرها رو فتح کنه که یک دژ مستحکم بود برای رسیدن به سرزمین کنعان یعنی بعد از عبور از رود اردن که به طور معجزه آسای خدا آب رو نگه میداره آب رود رو اینها عبور میکنن موسی یوشع یک سنگ هایی رو اونجا میذاره به عنوان یادگار برای اینکه مثل که یه جوری شباهت داره به این زمانی که قوم از مصر بیرون اومدن و از دریای سرخ عبور کردن اینجا هم از رود اردن عبور میکنن یک جور شباهت هست ولی یه جوری انسان رو وارد یک هیجانی میکنه که بله وارد یک مقطع دیگه از تاریخ قوم خدا میشیم و معجزات خدا اینجا هم ادامه داره همونطور که خدا گفته بود با موسا هستم به یوشع پیغام داده بود که من با تو هم خواهم بود پس ما باید منتظر معجزات دیگه هم بودیم و یک معجزه بزرگ در فروریختن دیوارهای شهر عریها دیده میشه که عریها با حملات نظامی تسخیر نشد بلکه خدا به ما گفته بود که باید در کاهنان شهر رو دور بزنن هفت روز و در اون شیپورهای خودشون بدمن و در روز هفتم این دیوارها فرو خواهد ریخت و این ایمان اینکه اطاعت کردن قوم اینو انجام دادن خیلی عجیب بود شاید برای یک حمله نظامی ولی ایمان اونها عمل کرد و دیوارها فرو ریخت و تونستن شهر عریراهو که دژ محکمی بود برای ورود به کنعان و تسخیر بقیه زمین رو تونستن انجام بدن پس تو این هم شما ایمان رو میبینید و همین که اطاعت از کلام خدا رو میبینید و همینطور شخصیت یوشع که خیلی حساب شده جلو میره و او مهارت های نظامی هم از خودش نشون میده خیلی جالب هست شما اگه دقت کنید اگر یه مقدار به جنگ های نظامی علاقه داشته باشید حالا شاید بیشتر آقایون علاقه دارن ولی اگه شما در باب های پنج، چهار پنج و شیش همینطور نگاه کنید شما با جنگ روبرو هستید ولی اگه کسی نبوغ نظامی داشته باشه میتونه درک کنه که یوشه علاوه بر خصوصیاتی که ازش نام بردیم از آز نظامی همچون در جنگ ها با اون بوده خیلی مهارت داشت خیلی خوب نقشه میکشید ایشون وقتی اومد میخواست بره قلب دشمن رو به صلاح اون تسخیر کنه به قسمت شمال و جنوب نرفت یک که بخواد حرکت کنه چون میدونست که در دو قسمت با دو تا نیرو و به صورت دو تا ائتلاف پادشاهان روبرو میشه یعنی که اومد به مرکز و به منطقه کوهستانی کنعان وارد شد اونجا رو کرد فتح بکنه و بعد لشکری کشی کرد به قسمت شمال و بعد به قسمت جنوب همینطور و اونها رو هم چیه تونست فتح بکنه و بعد فقط یک جا در مورد جبونیان میخونیم که اون اومدن با یوشع پیمان بستن و برای همین با اونها صلح کرد ولی دیگه سعی کرد بقیه اون مناطق رو فتح بکنه و یک دست بکنه این شرایط شرایطی که خیلی شرایط به استراتژیک و خیلی عظیمی بود ببینید ما وقتی کتاب رو میخونیم چون هر حمله ای هر واقعی در یک باب یا در دو باب داره اتفاق میفته این فکر نکنیم که یک شبه این فتح به وجود اومد یک روزه تمام این دشمنان مغلوب شدن نه کتاب یوشع حاصل یک سالهایی هستش که داره آروم آروم اتفاق میافته پس یه مقدار با عجله نخونید که آروم بخونید وقتی که شما میبینید که میرید جلوتر و زمین دیگه فتح شده کلام خود در باب سیزده می نویسه یوشا دیگه پیر و سال خورده شده بود یعنی یه سالهای گذشته بود حالا باید زحماتشون رو چیه به نتیجه رسیده تمام وعده ها انجام شده دشمنان شکست خوردن و الان باید زمین تقسیم بشه و تو تقسیم زمین هم خب نکات جالبی هست در تقسیم اینها که میگم شاید یه مقدار کتاب آهسته و کن میشه ولی ارزش داره که شما اون رو مطالعه بکنید پس آیا سوال این هست که آیا تمام زمین سرزمینی که خدا داده بود اونا فتحش کردن یا نه اشاراتی در کتاب یا آیاتی هست که نشون میده که مثل که تمام سرزمین فتح شده ولی که خوب دقت کنید و آیات رو دقیق بخونید می... که کلام خدا می نویسه که در یک جاهایی شهرهایی هنوز وجود داشت که تصرف نشده بود یعنی یعنی یا وقت نشده بود یا قوم هنوز نتونسته بودن تمام اون چیزی رو که خدا از... ازشون خواسته بود انجام بدن ولی آیاتی می نویسه که نه هر زمینی س... بعد شد یوشا تمام دشمنان رو شکست داد برای همین ما باید این اصطلاحات رو بهتر در عهد عتیق یاد بگیریم و معانی اونها رو بفهمیم نه کلام خدا می نویسه که هنوز سرزمین های متصرف نشده و زیادی باقی مونده بود هنوز قوم های کنانیان اونجا حضور داشتن که اتفاقا اگر قوم خدا اونها رو بیرون نمی کرد از سر اون سرزمین اونها فردا میتونستن مشکلاتی برای قوم ایجاد بکنن میتونستن یه قومی باشن در بین قوم های اسرائیل و چون خدایان بیگانه داشتن آداب روس متفاوی داشتن بود پرست بودن و از اخلاقی خیلی فاسد بودن میتونستن بر قوم اسرائیل تأثیر بذارن اینی که جاهای تصرف نشده باقی مونده ولی خدا به یوشع و بقیه میگه که باید این ادامه داشته باشه با اینکه سرزمین رو تقسیم کرده بودن ولی میدونستن که هنوز جنگ های مونده هنوز باید یک چیزهایی رو انجام بدن تا کاملا زمین کامل به اونها تعلق بگیره و گفتم که هشداری که مخصوصا در آخرهای کتاب یوشع میبینید هست هشدارهای درستیه چون خداوند میگه که باید اینو تکمیل کنید وگرنه این قومهای بت و فاسد خارهای میشن در وجود شما و شما رو اذیت خواهند کرد و شما رو به سمت خدایان بیگانه خواهند کشون پس باید مواظب بودن اینکه یوشع در باب 24 مخصوصا وقتی که با اون خوشبیانی خودش مثل موسا با اون صحبت میکنه در مورد این خطرها هم هشدار میده ولی میگه من یهوه رو من و خاندانم یهوه رو عبادت خواهیم کرد ولی شما هم آزاد هستید انتخاب کنید خدایان بیگانه رو میخواد انتخاب کنید یا خدای واحد و یگانه رو که ما میپرستیدیم و اینه که قوم هم این رو تایید میکنند ولی جالب هست که یک هشدارهایی میده که ما در کتابهای بعدی میتونیم اون اون اثر اون هشدارها رو اونجا ببینیم کتاب یوشع با مرگ به پایان میرسه شاید انتهای خوبی نباشه برای ما ولی برای شخصی که خادم خدا بود یوشع وظیفش رو انجام داد و در خداوند خوابید 110 ساله بود کلام خدا میگه که او فوت کرد و اونجا دفن کردن و مرگ دیگری که اونجا اتفاق میفته مرگ الازر کاهن پسر هارون هست که او هم میمیره برهار اون رشت رشته کهانت هم ادامه داشت که می میره و بعد خیلی جالبه که در بین این دوتا مرک هم کلام خدا می نویسه که اون استخانهای یوسف رو که با خودشون از مصر آورده بودن در اونجا هم دفن کردن شاید این, این رو هم خواسته بود قوم که بتونه اون یوسف رو بیاره از سرزمین مصر بیرون حتی اگه استخانهای او بوده باشه و در زمین وعده بخواد اون دفن بشه پس کتاب یوشه با اینکه کتاب با, با, مرگ به پایان میرسه ولی کتاب پیروزی کتاب تصرف زمینه کتاب متحقق شدن وعده رسیدن به زمین هست برای همین خیلی خیلی پیام های روحانی میتونه برای ما امروز داشته باشه پس اگر در درک این کتاب قسمت های من خلاصه بش... اشاره کردم خیلی چیزهای سوال برانگیز ممکنه برای شما پیش بیاد من خوشحال میشم که با ما در تماس باشید با آدرسی که در روی تلویزیون میبینید با ما در تماس باشید سوالاتون رو بپرسید من میدونم که مخصن بخش اولین کتاب بابای یک تا دوازده یک بخشای مبهمی در کتاب وجود داره مثل همین که دستور قتل عام یا ایستادن میگه خورشید در آسمان متوقف شد و همینطور نجاتی که راهاب به دست میاره به عنوان یک زن کنعانی و غیر یهودی ممکنه ما رو با سوالاتی مواجه بکنه ما منتظر سوالات شما پیشنهادات شما حتی هستیم و خوشحال میشیم که شما اون رو راحت با ما در میون بگذاریم من و دوستان دیگر برادران دیگه هستیم تا به سوالات شما بتونیم پاسخ بدیم در برنامه آینده ما هنوز کتاب یوشع رو تمام نکردیم گفتم درس های من دو بخش داره یک بخشش بررسی تاریخی اون کتاب هست ولی بخش دوم که خیلی هم بخش مهمی هست بررسی پیام های الهیاتی این کتاب هست پس با برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و منتظر باشید تا بدونیم که خدا از عالب داستان یوشه کتاب یوشه چه پیام الهیاتی بر ما ایمانداران امروز داره. تا برنامه بعد خداوند یارو نگهدار شما باشه